سلام خدمت همراهان گرامی. مهمترین خبرهای سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران در روز شنبه 12 خرداد ماه 1397 را از نب زندان نب اعدام می شنوید. با ما همراه باشید. با وجود گذشت 4 روز از انتقال ناگهانی سهیل عربی به نقطه نامعلوم، نزدیکان و خانواده این زندانی سیاسی همچنان از وی بی اطلاع بوده، در نگرانی نسبت به شرایط و وضعیت او به سر می برند. سهیل عربی پس از افشای شرایط قرون وسطایی زندان تهران بزرگ و فساد موجود در این زندان و همچنین اعلام اعتصاب قضایش در یک پیام صوتی به مکانی نامعلوم منتقل شد. آنچه بر نگرانی نزدیکان وی درباره شرایط او می‌افزاید این است که سهیل عربی بیش از یک ماه است که در اعتصاب قضاست و پس از یک اعتصاب قضای طولانی نیاز به مراقبت‌های پزشکی خاص دارد. 7 تن از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با نوشتن نامه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. زندانیان سیاسی سعید ماسوری، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، آرش صادقی، پیام شکیبا، لقمان مرادی و مجید اسدی با نوشتن نامه‌ای خواهان لغو حکم اعدام شده و از تمامی مجامع حقوق بشری خواستند که برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. آنها در بخشی از نامه خود چنین نوشتند: در حال حاضر بیش از 100 کشور به صورت کامل و یا مشروط این حکم ضد انسانی را ممنوع کردند، اما در ایران نه تنها این مجازات در طی 100 سال اخیر کاهش نیافته، بلکه روز به روز هم افزایش یافته است و به عنوان مجازاتی برای زندانیان سیاسی نیز در نظر گرفته شده، به گونه ای که پس از انقلاب مشروطیت تعداد کثیری از افراد جامعه به دلیل فعالیت‌های سیاسی چه در رژیم پهلوی و چه در رژیم کنونی با این حکم ضد انسانی به قتل رسیدند. در بخش دیگری از این نامه نوشته شده: اعدام تحت هر شرایطی نوعی قتل دولتی می باشد و ضمن محکوم کردن تمامی احکام اعدام به هر دلیل و به هر شیوهی خواستار لغو این حکم ضد انسانی هستیم. زندانی سیاسی هدایت عبدالله پور با شکایت سپاه پاسداران به اتهام برق به اعدام محکوم شده است. وی دارای 2 فرزند و خانواده‌ای فقیر است. این زندانی همکنون در زندان مرکزی ارومیه در انتظار نتیجه ارجاع پرونده حکم اعدام خود به دیوان عالی کشور به سر می‌برد. به گفته پدرش، هدایت به دلیل شکنجه‌ها با مشکل در گوش چپ مواجه است و نیاز به مداوا دارد، ولی مسئولین زندان به وضعیت وی رسیدگی نمی‌کنند. پدر هدایت عبدالله پور از تهدیدهای روزانه بر علیه خود و خانواده‌اش خبر می‌دهد و درخواست کرده است: نگذارید پسرم اعدام شود، او بیگناه است. محمد صابر ملک رئیسی، شیر احمد شیرانی و نور احمد حسن زهی، 3 تن از زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ در زندان مرکزی اردبیل با نوشتن نامه‌ای به قتل و کشتار جوانان بلوچ توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی و تبعیض علیه آنها اعتراض کردند. آنها با نوشتن این نامه سرگشاده خواهان حمایت نهادهای حقوق بشری از شهروندان بلوچ شدند. این 3 زندانی سیاسی در بیانیه خود درباره علت قتل مردم بلوچ نوشتند: جرم ما بلوچ و سنی بودن است. علت کشتارها، تبعیضها و تحقیرها، سرکوبها و بی‌حرمتی‌هایی که دولت در حق بلوچ روا داشته است، فقط و فقط بلوچ و بلوچ بودن ماست. جنایاتی که این رژیم به ظاهر اسلامی بر ما روا داشته است، نه تنها از نظر ما بلکه از نظر بشریت حکومت ایران منفور شده است. اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.